گروه های حقوق بشر یک دستورالعمل دوازده صفحه‌ای ضد تروریستی پلیس در جنوب شرقی انگلستان را که در آن باورهای دینی مسلمانان به افرادگرایی نسبت داده شده محکوم کرده و آن را زیر پا گذارنده آزادی بیان و تبعیض توصیف کردند به گزارش شی به نقل از مترو این سند که عنوان آن حفاظت از جوانان و افراد بالغ از ایدئولوژی افراطی گرایی گذاشته شده نمونه هایی را از گروه ها و مثال از افراد گرایی و رفتارهایی نگران کننده برای اعضای پلیس فهرست شده است در این متن با اشاره به یک مؤسسه مسلمان آمده آنچه ممکن است ببینید این است که آنها سعی دارند نشان دهند که مسلمانان در بریتانیا توسط دولت و رسانه ها سرکوب می شوند یا شاید این ابراز نگرانی را داشته باشند که مسلمانان در کشورهای دیگر سرکوب شده و تحت ظلم قرار دارند گروه های حقوق بشر از جمله گروه کیج و سازمان آزادی و همچنین شورای مسلمانان بریتانیا این دستورالعمل را نگران کننده توصیف نموده و اعلام کردند که برای مثال اگر فردی با پیشینه اسلامی به سرکوب مسلمانان آیغور در چین یا تبعیض مسلمانان در هند ابراز نگرانی نشان دهد ممکن است به صورت اشتباهی به عنوان یک فرد رادیکال و گرای دینی از سوی دولت تشخیص داده شود گفتنی است این دستورالعمل به عنوان بخشی از استراتژی پیشگیری دولتی می باشد برنامه طراحی شده که برای مقابله با رادیکال های راست افراطی و مذهبی در نظر گرفته شده است بر اساس طرح پیشگیری وظیفه قانونی برای کارمندان بخش دولتی مانند کارمندان NHS، معلمان و مددکاران اجتماعی وجود دارد تا افرادی را که به نظر می رسد در معرض خطر رادیکال شدن هستند شناسایی کرده و به مقامات گزارش دهند سند مذکور هفته گذشته نیز به خاطر اینکه گروه های محیط زیستی را در کنار داعشی ها و نئونازی ها قرار داده بود مورد انتقاد قرار گرفت